با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری شبی به یاد ماندنی با هنرمند محبوب و دوست داشتنی در برنامه خنده آرا با زلمه آرا. عذر نهایت گرامی هموطنان عزیز ما، فامیلای مهربان ما، قلبن و قلبن تشریف آوریتان خوش آمدید میگم. بسیار زیاد خوشحال هستم که بعد از 30 سال بعد شما فامیلای مهربان ما میبینم، خواهرای نازنین، برادرای نازنین، جوانایی که وقتی که ما برآمدم از افغانستان خرد بودن. نام خدا هر کدام مال بروتا کیله واره. جوان شدن، شکر میکنم از خداوند پاک. باز هم شما نازنینای خدا، شما فامیلای مهربان خدا، شما افغانای نازنین خدا در زادگاه پدری خود در کابل نازنین پس دوباره با صحت و سالم میبینم. این مایه افتخار از بر من، قربان شما. میگن که زهق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی. چی توفیق از این بهتر که خلق را بخندانی؟ بیا خودپرستی را بسوزیم، لباس سادگی بر تن بدوزیم. به دست آوردن دیشب محال است، ز فردا گفتگو کردن خیال است. بیا از جام اکنون می بنوشیم، بگوییم و بخندیم و بجوشیم. برنامه را آغاز میکنیم. دوستای عزیز، خوشحال استم از طریق همی برنامه سال نو بر تمام هموطنان نازنین مهربان خود، اولا در کابل نازنین ما، در افغانستان نازنین، در زادگاه کل ما و شما، بعدا فامیلای مهربان که راستی واقعا مرا امیال عشق میاید. افتخار میکنم که افغانای خود دارم در هر گوشه دنیا که هستن، مادرای نازنین، پدرای نازنین، دستایشان از طریق امی استیج می بوسم. سال نو بر کلتان در هر گوشه دنیا که هستین، از صمیم قلب، از صمیم دل و جان تبریک میگم. خداوند پاک دیگه غما را دور داشته باشه که امی فامیلای مهربان ما دوباره پس بیاین در آغوش وطن. هر جایی که من به کنسرت ها میرم، من وطنای عزیز، فامیلای مهربانه که بیاین، بالخصوص مادرها، بالخصوص جوانا، میگه زلمه جان تو فقط امو شبهای کابل دوباره بر ما روشن میکنی، تو امو خاطره های افغانستانه، خاطره های خوش ما را پس دوباره تازه میکنی. و من راستی واقعا امشب افتخار میکنم که این فامیلای مهربان، این مادرای نازنین، پدرای گرانقدر و شما جوانای نازنینه که افتخار میکنم براتان. خداوند پاک افغانستان ما را گل و گلزار بسازه و هر کسی که در افغانستان نظر بد داره، هر عضو فامیل مرا برغم میشانه، خداوند پاک دعاتش خودش درش بته. قربان شما. میریم در آغاز یک کنزک کوتا، یک پارچه تمثیلی کوتا خدمت شما تقدیم میکنم. بعد از او فکایی ها را آستا 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 تا آخر برنامه آهنگاز فکایی هاست از شما. خوب شد که آمدین. دل مدست خان آقا داغ داغ است. الا چوب خدا صدا نداره وقتی که زد دوا نداره. این مردک سبیل مانده از روزی که مرا گرفته، مرا میگه یک زن دگام میکنم. من میگم چی خوردی که دگه زن میکنی؟ تو چی خوردی و چه قسم شیر بود که توی قه انرژی داری؟ بس کن.
گناه از اون نیست، گناه از اون نیست، گناه من میگم از روزی که مردک را گرفتم گتش روز خوبی ندیدم. این همه تا رو دخونه خور دختر بودم، ریولی را جارو میکدم، ریولی را جارو میکدم که این یک دتا زن کاسدم واره چاخ و کلوله دروازه را باز کدم، در آمدم گفتم چی میکن؟ بوبویت خانه است؟ گفتم نی بوبویم خانه نیست، حمام رفته. گفت اینا میره برای آقای خرد میگیریم. الا ما گفتم خدا میدونه یا چی میگن، هر روز دیگه بیا که آقای خرد، آقای خرد این آمدن که برای آقای خرد میگیریم. مام خرد دیگه یک روز آمدن مادر ما خدا بیامرزه گفت دختر خرد است، ما معلوم نمیتیم دختر خدا. هنوز صنف 11 صنف 11 ساله بودم، صنف اول بودم یا صنف 1.5 بودم، اینا مکا بودم. اونم اونجا هر روز خواستگار بیا خواستگار بیا، آخر پدرک موصلش تنگ کردن گفت که ما این نمیره برای قرآن شریف آوردن. الا قرآن شریف که آوردن آقا مرزایم گفت زور هر چیز دارم زور قرآن شریف ندارم، مرا گرفتن برای ازی آقای خرد دادن. الا وقتی که آقای خرد به من نشان دادن خدا نشان ندن بروتای اینه هر بروت که کله وارد چشما دیگه همه ترکایی جای چکک وارد پشقل که در یخ برمانده باشد. الله دیگه یک بینی که فقط آرنج ترکایی از موتر تاکسی برامده باشد. من اونجا هیچ چیز نگفتم، من این مادرکم لب 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 گریان میکرد میگفت بچه میگ مادر از این سرش میوه نخورده. یا محبت زنشوی هم که نباشه اولاد بدرنگ میایه. بعد از وقتا براتون یک آهنگ میخونم، آله میریم به یک وقفی کتو. Thank you.